درود فراوان خدمت شما عزیزان. فصل سوم از فیزیک سه که مشترک هر دو رشته تجربی و ریاضیه، سه بحث حرکت شناسی، دینامیک و کار و انرژی رو هم در بر داره. این فصل بسیار پرنکته‌ایه، یه مقدار به فصلهایی که شما قبلا خوندید هم مربوط میشه. حرکت شناسی که از فصل اول دیدید، دینامیک که از فصل دوم دیدید و کار و انرژی که از فیزیک دهم مشاهده کردید، در این فصل مطلب داره، موضوع داره که با همدیگه اینجا میبینیم. سوالای خوبی رو تو این برنامه براتون انتخاب کردیم که با همدیگه حلش میکنیم. درود بر شما. اما در این برنامه بچه‌ها بحث انرژی رو دوباره داریم از نوسانگر. گفته در لحظه ای که انرژی پتانسیل کشسانی نوسانگر ساده 25% انرژی مکانیکی، 25% یعنی 1/4. پس به جای اینکه 25% بذاریم، 25% بذاریم 1/4. انرژی پتانسیل 1/4 انرژی مکانیکیه. بزرگی مکان یعنی x چند برابر دامنه است؟ یعنی دیگه با منفیش کاری نداره. x چند برابر دامنه یعنی a. خب ببینید بچه ها، انرژی مکانیکی e مساوی بود با u علاوه کار. خب خودش، حالا اینکه بحث داریم، خودش گفته انرژی پتانسیل کشسانی 1/4 انرژی مکانیک. اینی که خودش گفته، اینو داریم 1/2 کایکس دو بچه، اینم داریم 1/4 می نویسم، اینم داریم 1/2 کادو. حله بچه، 1/2 کایکس دو برای یو، 1/2 کادو هم برای ای. این 1/2 کا بره جذب بگیر، x میشه 1/2 a. پس xمون 1/2 دامنه است. ساده و قشنگ. بریم گزینه ها رو چک کنیم. گزینه 4 جواب صحیح است. بله. خب بریم سوال تست بعدی، تست 60. میگه نوسانگری ببخشید به جرم 100 گرم روی پاره خطی به طول 20 سانتی متر یعنی دامنه 10 هماهنگ ساده انجام میده و در مدت 1/4 ثانیه از مرکز نوسان میره تا انتهای مسیر. پس از مرکز نوسان تا انتهای مسیر یعنی 1/4 تی. 1/4 تی رو طی کرده. 1/4 تی ما شده 1/4 ثانیه. انرژی جنبشی نوسانگر در مرکز نوسان که همون انرژی مکانیکیه یا انرژی بیشینه است، جنبشی بیشینه است. خب بگیم بچه چی شد؟ جرمو داریم، دامنه رو هم داریم، عرضم بوده شما دوره تناب. پس اینجا گفته بچه ها نگاه کنید، من بکشم اینو برای اینکه اشتباه نکنید. این مرکز نوسان تا بیاد به انتهای مسیر یعنی آ، این زمان رو گفته 1/4 ثانیه. خب معلومه که این تی 1/4، پس معلومه تی ما 1 ثانیه است. از اونجا اومگا که 2π تومه میشه 2π، چون تی 1 ثانیه است. درست شد؟ اومگا رو هم دارم. انرژی مکانیکی یا همون کای ماکسیموم میشه 1/2 ام آد اومگا دو. خب بریم 1/2 اممون 100 گرم میشه 10^-1. دامنه رو که 20 سانتی طول پاره خط رو گفتو 20 میشه 10 سانتی. 10^-1 به توان 2. اومگا رو هم که در آوردیم 4π2 به توان 2 برسید بچه‌ها، میشه 4π2. خودش هم گفته π2 رو 10 بگیرید، میشه 40. 4π2 چون 2π به توان 2 میشه 4π2 شده 40. خب این 40 رو با 2 بزنم 20. اینم منهای 2 با این منهای میشه منهای 3. خب بر حسب چی خواستیم میلی ژول؟ میشه 20 میلی ژول. بله. بریم گزینه چک کنیم. گزینه 3 جواب صحیح است. درسته بچه ها؟ و اما تست 61. میگه بازم بحث انرژی نوسانگره. انرژی مکانیکی نوسانگری به جرم 100 گرم برابر 20 میلی ژول در لحظه ای که انرژی پتانسیل کشسانیش باشه 15 میلی ژول،
بزرگی سرعت نوسانگر چند سانتی متر بر ثانیه، پس تبدیل واحد رو داشته باشیم بچه. انرژی مکانیکی بود یو به علاوه کا، اینو داده 20 میلی جول، اینو داده 15 میلی جول، پس کامون در میاد 5 میلی جول. خب کام بود 1/2 MV2 چون تندی رو میخواد، اینو داریم 5 میلی جول، 5 ضرب در تا منهای 3 1/2، جرمون رو داریم 10^-1 100 گرم بوده، 10^-1 ضرب در V2. خب تفاین در 2 ضرب کنید میشه 10 ضرب در 10^-3، این منهای 1 هم میاد اینور میشه مثبت 1، پس میشه V2. V2 ما در میاد 10^-1 یعنی 1/10. جذب میگیرم، بعد یادم باشه ضرب در 100 کنم که بشه سانتی متر. خب میشه 1/10، یعنی میشه 1/10، یعنی رادیکال 10/10. خب درسته بچه ها؟ چی؟ متر بر ثانیه. ضرب در 100 کنید، 100 ضرب در رادیکال 10/10 ساده میشه، میشه 10^10 سانتی متر بر ثانیه. 10^10 سانتی متر بر ثانیه. یه خورده اینجا محاسبه دقت میخواست. بله گزینه 1مون میشه. تست بعدی تست 62، گفتی که اگر در یک لحظه مشخص، یه تست مفهومی، در یک لحظه مشخص نوع حرکت نوسانگر هماهنگ ساده کند شونده باشه. بچه ها کی کند شونده است؟ وقتی از مرکز دور میشه، به دو انتهای مسیر میره، پس داره از مرکز دور میشه. نسبت انرژی جنبشی یعنی کا به انرژی پتانسیل آن از این لحظه، پس لحظه که داره میره به انتها، یعنی داره سرعت کم میشه، خب معلومه انرژی جنبشی هم باید کم بشه. تا لحظه که نوسانگر برای اولین بار برگرده به نقطه تعادل، پس وقتی به انتها میره انرژی جنبشی داره کم میشه، وقتی دوباره برمیگرده به مرکز نوسان پس انرژی جنبشی زیاد میشه. این نسبت یعنی نسبت انرژی جنبشی به پتانسیل، چون اینو به هم تبدیل میشن، پس این نسبت اول کاهشه چون انرژی جنبشی داره کم میشه، بعد که به مرکز برمیگرده افزایشه، پس ابتدا کاهش سپس افزایش، گزینه 1مون خواهد بود. بله. و اما تست بعدی تست 63 میگه دامنه حرکت نوسانگری 5 سانتی متر، دوره تناوبش هم 1/10 ثانیه است، لحظه ای که انرژی جنبشی نوسانگر برابر انرژی پتانسیل، سرعت یا تندی نوسانگر چند سانتی متر بر ثانیه است. نگاه کنید بچه ها. خب دوباره انرژی مکانیکی یو علاوه کار، ما سرعت رو میخواییم. سرعت بچه بگید تو کای یا تو یوه؟ خب معلومه تو کای. میگه یو با کا برابره. خب من بعد جای یو بذارم کا یا جای کا بذارم یو، چون فرقی نمیکنه، اما چون کا رو میخوام جای یو قرار میدم، بنابراین ایمون میشه دوتا کا، چون تندی رو از ما میخواد. خب دوره رو داده، دامنه رو هم داده، گفته که سرعت چقدره. خیلی خب اینو که داریم 1/2 ام اومگا 2 آدو مساوی با دوتا کا، کام که 1/2 ام و دوه، مگه نه بچه ها؟ خب چیکار کنیم؟ 1/2 اما رو که میتونیم بزنیم. بله. خب از اینجا اومگا رو لازم داریم، تیو به امون داده بود، تیو داده بود 1/10، پس اومگامون که 2π تومه میشه 20π رادیان بر ثانیه. دامنه هم که داده بود 5 سانتی متر، پس جایگزین میکنم، اینو دارم 20، به توان 2، به توان 2 میرسه، میشه 400π2. دامنه هم 5 داشتیم، میشه 25 ضرب در 10 تا منهای 4 2 و 2. خب میتونستیم جذرم بگیریم بچه ها، چون جذر میگرفتیم اینا میرن فقط این رادیکال 2 میمون، خیلی هم بهتر میشد. پس حالا انجام میدم، عرضم بزرگ شما یه جذر بگیریم که میشه 20π، دوباره برش گردونم 20π، اینم که میشه همون 5 ضرب در 10 تا منهای 2،
اینجا میشه رادیکال 2 ضرب در V. پس از اینجا شما دارید 20 ضرب در 5 100 تا با این میره، میشه پی به رادیکال 2. پس این V ما میشه، یعنی میشه پی رادیکال 2 دوم. به سانتی متر خواسته ضرب در 100ش کنید، میشه 50 رادیکال 2 پی، یا 50 پی رادیکال 2. 50 پی رادیکال 2، 50 پی رادیکال 2 به سانتی متر. 50 پی رادیکال 2 میاد توی گزینه 4مون. تست بعدی تست 64 بچه‌ها. گفته که نمودار تغییرات انرژی پتانسیل و جنبشیه. یک نوسان کننده به جرم 500 گرم جرمو داده 500 گرم که در راستای محور ایکس ها داره حرکت هماهنگ ساده انجام میده به صورت شکل زیر، بسامد نوسان چقدره؟ بچه ببینید اینجا که 40 جول داده یعنی انرژی کلمون، چون هم یو ماکسیمومه هم تو اینجا کا ماکسیمومه، درسته؟ بنابراین این انرژی مکانیکی مونه. دامنه هم داده 8 سانتی متر. خب چی خواسته؟ بسامد رو میخواد. پس ایو داریم، دامنه هم داریم، جرم هم داریم. خب خیلی آسون بود. چیه رابطهش؟ ایمون بود یک دومه ام اومگا دو آ دو. خب بسامد تو کدوم؟ تو اومگاست. پس ای برابر با یک دومه ام، این هم بچه بذارید دو پی اف به توان دو ضرب در آ دو. پس ای برابر با یک دومه ام ضرب در چهار پی دو اف دو ضرب در آ دو. درست شد؟ خودش هم گفته پی رو رادیکال 10 بگیرید. حالا الان عدداش رو بذاریم. از ما اف رو میخواد، اف دو رو من اول بیارم بیرون، میشه ای تقسیم بره یک دوم با چهار میره، میشه دو پی دو. درسته بچه ها؟ ای دوم با این چهاره میره، میشه دو پی دو ام خب آ دو. درسته بچه ها؟ همه چی درسته؟ اینو زدم با این، ام هم نوشتم، دو پی دو هم نوشتم، آ دو. خب برم حالا پیدا کنم اف دو. ایو چند داده بود؟ داده بود 40 بر حسب جول هم داده بود 40 جول. خب حل دو پی دو، پی دو هم که گفته 10 بگیریم، اینم 10. ام اون هم داده 500 نیم ضرب داره، دامنه هم داده بود 8 سانتی متر، میشه 64 ضرب داره در تومن های 4. خب این از این. حالا چه کار میکنیم بچه ها؟ دو ضرب در نیم یک. پس از اینجا این ده هم با این بره، از اینجا اف دو ما یه چهار میمونه بالا، اینم که شد یک میشه 64، منهای چهار هم میره بالا میشه مثبت 4. خب جز بگیریم افمون میشه دو، ده به توان دو هشت، میشه 285 هرتز. محاسبه میخواد، حواست باید تو محاسبه، تبدیل واحد ها یادت نره. اینجا فقط همین دقت توی محاسبه کردن و جایگزین کردن و بعد دیگه خب همش میشه گفت محاسبه. خب 25 هرتز، بریم گزینه رو چک کنیم. گزینه 3 جواب صحیح ماست بچه ها. چند تا سوال از آونگ داریم بچه ها، با هم دیگه نگاه میکنیم. میگه آونگ ساده‌ای به طول 24.5 سانتی متر در حال نوسان دوره آن چند ثانی از جیرو 98 داده، پی دو رو 10. به گزینه ها توجه کنید، یعنی مشخصه که باید شما ساده بکنید تا یه جواب صحیحی مثل 1 2 3 4 رو در بیارید. خب طول داده، دوره رو خواسته، جیر هم داده 98، پی دو هم گفته 10 بگیریم یا 98 هم. بعد 98 هم. خب پس می نویسم T دو پی رادیکال L بشه. خب عدد گذاری کنیم، T میشه دو پی رادیکال L داده 24.5 سانتیمتر منهای دو، ژر هم گفته 98. خب بعد ببینیم که اینجا چی کار بکنیم. بهترین کار اینه که بیام به توان دو برسونم، ساده کنم بعد جذب بگیرم. T دو چهار پی دو
اینم که میشه 24.5 ضرب در 10 به توان منهای 2 به 9.8. بچه یه کاری کنیم، 2 تا 24.5 میشه 49، اینم ضرب در 2 کنید. اشکالی داره؟ برای چی؟ چون 9.8 به 49 میخوره. اینو به این بزنم میشه 5 مرتبه. ببین درست سر میاد؟ بله. اینو با این ساده کنم این میشه 5 مرتبه. خب مرتبش کنم، دوباره می‌نویسم ت دو 4 پی دو رو گفته 10 بگیر، خب باشه، ضرب داره، اینم که 5 ضرب در 10 به توان منهای 2 تقسیم بره، یه 2 هم تو مخرج داریم، اینم با این بزن میشه 2 2 5 تا 10 تا پت 2 مون میشه 10 تا، با این میشه 100 تا، با این میره میشه چند؟ 5. 2 ضرب در 5 10 تا میشه 100 تا، پس این رفت میشه چی؟ 1. بله 1 میشه، تمون در میاد 1 ثانیه. چک کنیم بچه ها، اینه که زدم 2 رو با 4 شد، 2 5 شد 10 تا، 10 با 10 100 تا، با این میره میشه 1، پس جذرش هم که میشه 1 ثانیه، گزینه همون 1ش میشه. نگاه کنیم، خب سوال بعدی بچه ها بحث آونگ و نیرو گرانش رو مطرح کرده. یادتون باشه شتاب جاذبه وقتی بالا میرفتیم با مجذور فاصله از مرکز زمین رابطه معکوس داشت. ببینیم چی میگه. میگه آونگ ساده‌ای در سطح زمین نوسان کم دامنه انجام میده. اگر این آونگ را در ارتفاع آرهی از سطح زمین، یعنی از مرکز زمین میشه 2 تا آرهی از سطح زمین آرهی، ما همیشه فاصله ها رو تو گرانش از مرکز زمین حساب میکنیم، از سطح زمین و با همان دامنه قبلی به حرکت در بیاریم، بیشینه شتاب حرکت آونگ چند برابر میشه؟ خب این که باعث میشه که رو اومگاش تأثیر بذاره، بیشینه شتاب هم که به اومگا بستگی داشت، دامنه که ثابت بود. اول بگو بیشینه شتاب چی بود فرمونش؟ آی ماکس بود آ اومگا دو، دامنه ثابت، بنابراین آ دو به آ یک ما میشه، اسخایی میکنم نوت میذاشتم، میشه اومگا دو به اومگا یک به توان دو. آره درسته؟ خب میخوایم ببینیم آ دو به آ یک چی میشه. اومگا در آونگ میشه رادیکال جه به ال، طول آونگ که عوض نشده، پس من میتونم به جای اومگا چون به توان دو میرسه میرسم جه دو به جه یک. حل بچه ها جالب شد، این به توان دو میرسه از این رادیکال. الو چرا ننوشتم؟ خب چون ثابت بوده، تو که عوض نشده، شتاب جاذبه. از طرف دیگه شتاب جاذبه هم میتونیم جاش بنویسیم با مجذور فاصله رابطه عکس داره. این اولی شعاع زمین رو سطح زمینه، درسته؟ دومیه فاصلش هست با چی؟ یعنی نسبت ژیان با توان دو، اینا رابطه مستقیم داره، رابطه عکس داره. آره ای بذارید من اینو بنویسم بچه ها اشتباه نگیرن، اجازه بدید من اینو دوباره مینویسم، اینو بذاریم کنار. از طرفی ژ بود بچه ها، ژ ام ای برای اینکه یادآوری بشه، آره ای به توان دو، این در سطح زمین بود، ژ در ارتفاع اچ، اینو من بگیرم ژ یک، اینو بگیرم ژ دو، میشه ژ ام ای آره ای به علاوه اچ به توان دو. درسته بچه ها؟ خب الان ژ دو به ژ یک با مجذور فاصله هاشون رابطه عکس داره، پس آ دو به آ یک که با به جای همون نسبت شتاب جاذبه هم هست میتونم بنویسم این ژ دو با این رابطه چی داره عکس میشه، آره ای به علاوه اچ، اونم بالا میشه آره ای به توان دو. خب بنویسیم، حالا جایگزین کن آره ای، این هم میشه دوتا آره ای، ساده میشه به توان دو هم میرسه میشه 1/4. پس این همون شتاباشون میشه در اصل شتاب جاذبه، نسبت شتاب جاذبه میشه،
که شتاب جاذبه با مجذور فاصله نسبت معکوس داشت میشه 1/4. خب گزینه 4 میشه بچه. سال خوبی بود، دقت میخواست. سال بعدی بچه در مورد آونگ با یه موضوع جدید و نکته خوب که شما اول نکتهشو میگم بعد میریم سراغ حل تست. دقت کنین، میگه وزنی به جرم 400 گرم جرمشو داده را در آسانسوری که با شتاب 2.5 متر بر مجذور ثانیه به سمت بالا حرکت میکنه به یه نخ سبک و مقاوم به طول 50 سانتی متر، یعنی شبیه آونگ درش میاریم، آویخته و انحراف 4 سانتی متر از حال، یعنی دامنه هم داده 4 سانتی متر، به نوسان در میاریم. انرژی مکانیکی نوسانگر کدام است؟ ببینید بچه ها، برای وقتی که شما آونگتون داخل یه آسانسور داره حرکت میکنه که شتابش متفاوته، یا یه آهنربا رو زیرش قرار میدیم، گلوله آهنیه، یا بالاش قرار میدیم، موقعی که داره نوسان میکنه یه آهنربا رو زیرش قرار میدیم یا بالاش قرار میدیم، رو دوره تناوبش تاثیر میذاره، چون رو شتاب جاذبه تاثیر میذاره. به دوره تناوب آونگ چی بود بچه؟ فرمولش تی دو پی رادیکال ال ج به علاوه منهای آ. این خیلی خوب شد، این آ همون شتابیه که آسانسور بهش میده. کی مثبت یادتون تو آسانسور ما گفتیم که تون بره بالا یا کون بره پایین، منفی که کون شونده بره بالا یا تون شونده بره پایین. آره خب، پس یا آهنربا میذاریم، نیروی آهنربا که باعث یه شتابی میشه به جرمش، میتونیم شتاب رو پیدا کنیم جایگزینیم. پس اینو یادداشت بکن، این دوره تناوب رو برای وقتی داریم که آونگ رو داخلی آسانسور قرار دادیم با شتاب آ بالا و پایین میبریم، حالا تند و کندش هم میگه، یا اینکه یه آهنربا رو زیرش گلوله آهنی قرار میدیم یا بالاش قرار میدیم، بعد نیرویی که آهنربا وارد میکنه به جرم گلوله، شتاب گلوله رو هم که همون آ هست رو میتونیم اندازه گیری کنیم. کی به علاوه است؟ موقعی که آهنربا رو زیرش قرار میدیم. کی منهاست؟ موقعی که آهنربا رو میبریم بالاش قرار میدیم. این نکته رو یادداشت بکنید، داشته باشید. خب حالا الان چون آسانسور داره میره بالا، اینجا ج به علاوه آ میشه. خب من اینجا الان چیایی که لازم دارم، از من چی خواست؟ انرژی مکانیکی. من اول تی رو پیدا کنم، یا تی چرا بیام امگا رو به دست بیارم. امگا چی بود برای آونگ؟ امگا بود رادیکال ژ به ال. حالا این ژ به علاوه منهای آ داره، درسته بچه ها؟ خب پس امگا رو پیدا کنم به جای اینکه تی رو پیدا کنم. بگید میشه رادیکال ژ مون که داده 10، بله 10 داده بود، به علاوه 2.5. چرا به علاوه 2.5؟ چون گفته آسانسور با شتاب 2.5 میره بالا. المون هم داده بود 50 سانتی متر، این هم میشه نیم. خوب شد، این میشه 12.5 به نیم. 12.5 می نویسمش، 12.5 به نیم. خب در 2 ضرب کنیم بالا میشه 25.1، پس امگامون میشه 5. خوب شد، امگامون شد 5 رادیان بر ثانیه. حالا انرژی مکانیکی ای بود 1/2 ام امگا 2 آ 2، درسته بچه ها؟ بله، این میشه 1/2 ام جرم اون گلوله هست که 400 گرم داده، میشه 14 دهم. امگامون هم که در آوردیم شد 25، یعنی 5 بود شد به توان 25. دامنه هم داده 4 سانتی متر، یعنی 4 میشه 16 ضرب در 2 منهای 4. بر حسب چیه؟ خب جول خودش تو گزینه ها جول داده، خیلی خوب حساب میکنم. این 16 رو با 2 بزن میشه 8، 4 تا 25 تا میشه 100 تا، 100 رو با 10 بزن میشه یه 10 اینجا. خب این که میشه 8، پس انرژیمون میشه 8 ضرب در 10^-3 جول. چه کمی درست شد؟ 4 تا 25 تا 100 تا، 100 رو با 10 زدیم یه 10 موند، این 2 هم با 16 زدیم شد 8، پس کلن چیزی که باقی مون شد 8 ضرب در 10^-3 جول. اگه میلی جول میخواست میشد میلی جول. خب 8000 گزینه 3 هست. بریم نگاه کنیم. سال خوبی بود بچه ها در مورد آونگ، یه سال خوب پیدا کردیم که اینجا گزینه 3 جواب صحیحه. بریم ادامه سوالا. بازم آونگ
اینجا هم یه آونگ دیگه داریم، میگه یه آونگ ساده داره انرژی مکانیکی 2 جوله. اگه طول آونگ و دامنه نوسان را 4 برابر کنیم، انرژی مکانیکی آونگ چند جول خواهد شد؟ خب دوباره انرژی مکانیکی چی بود بچه ها؟ ای؟ 1/2 ام اومگا 2 آدو. خب جای اومگا بذاریم چی بچه ها؟ رادیکال ج به ال. آره؟ خب پس ای برابر میشه 1/2 ام به توان 2 میشه ج ال ضرب در آدو. خب اینجا داره نشون میده که انرژی مکانیکی با طول رابطه عکس، با توان 2 دامنه رابطه مستقیم. پس در 2 حالت ای 2/1 مساویه با ال رابطه عکس داره، ال 1/2 با دامنه رابطه مستقیم، آ 2 با آ 1 به توان 2 البته. بله. خب ای 2/1 رو خواسته گفته چند برابر میشه؟ بله. گفته چی رو 2 برابر؟ گفته اگه طول دامنه هر کدوم 4 برابر، یعنی 4 تا L1 اینم L1، آدمونم 4 تا I1 اینم I1 به توان 2، اینا که با هم میرن اینا هم با هم میرن، اینجا 16/4 میشه 4، یعنی E2/E1 ما به دست میاد 4 برابر که گزینه 3 میشه. یه چک کنید بچه ببینید درست رفتم، جای اومگا گذاشتم رادیکال ژلوم توان 2 رسید که شد ژل، بعد انرژی با طول شد رابطه عکس، ولی با توان 2 دامنه شد مستقیم، جایگزین کردم، نسبت ها رو نوشتیم که به دست اومد گزینه 3 ما میشه. تست 69 میگه انرژی مکانیکی برای هر نوسانگر ساده با بس آمده آن چه نسبتی دارد؟ خب انرژی مکانیکی بچه ها اگه یه بار برگردیم روی تخت نگاه کنیم، نگاه کنید بچه ها، اینجا داشتم تو همه اومگا مگه 2 PF نبود؟ به توان 2 میشه 4 PF2. پس انرژی مکانیکی با توان 2 بسامد، با توان 2 یعنی مجذور بسامد رابطه مستقیم داره. برگردیم اینجا، با مجذور بسامد نسبت مستقیم داره، همین درسته، گزینه 1ش درسته. و اما تست 70 بچه ها میگه در حرکت هماهنگ ساده در لحظه‌ای که انرژی پتانسیل نوسان کننده بیشینه است، انرژی پتانسیلی که در انتها بیشینه است همون انرژی مکانیکیه، اندازه کدام یکی از کمیت‌ها؟ در کجاها بچه ها؟ در 2 انتها انرژی پتانسیل نوسانگر، انرژی پتانسیل در 2 انتها ماکسیمومه، هم مکان ماکسیمومه، هم در 2 انتها نیرو ماکسیمومه، هم شتاب ماکسیمومه. آره؟ مکان، شتاب، نیرو هر سه ماکسیمومن. نیرو، انرژی کل، سرعت، انرژی کل که اصلا ثابته، پس همون گزینه 1مون میشه، مکان، شتاب، نیرو تو اینجا هر سه تا. اما چرا مثلا گزینه 3 و 4 نمیشه؟ چون سرعت تو مکان ها صفره، پس همون گزینه 1، مکان، شتاب، نیرو در 2 انتها که انرژی پتانسیل ماکسیموم اونها ماکسیمومه، یعنی گزینه 1 خواهد شد. خب ادامه سوالا رو با هم بگیم.